بسم الله الرحمن الرحیم. در این روزهای بسیار حساس که دلهای همه ملت ما رو مخصوصاً دلهای شما جوانان و دانشجویان و اندیشمندان رو غم سنگینی از فقدان امام عزیزمون فرا گرفته، و فضای کشور حقیقتاً در سایه همدلی مردم و مصیبت بزرگ مشترکی که همه دلها رو فشرد، همه چشمها رو اشکبار کرد، با صفا و صمیمیتی به حمدالله آغشته است، چه بهتر که در این فضای معنوی و در این محیط صمیمی از اصلی ترین و ضروری ترین مسائل کشور سخن نمیان بیاد و مؤثرترین قشرهای کشور درباره آینده این انقلاب و آینده این کشور خط صحیح و مستقیم و آرمان‌های روشن و منور رو با خودشون مرور کنند و نسبت به اونها تصمیم قاطع بگیرند و حرکت نوی که مرهون برکات امام عزیزمون هست آغاز بشه. حقیقت این است که این مرد بزرگ، این شخصیت عظیم تاریخی نشان داد که با حیات خود، با وجود خود، با تحرک خود، با ابتکار خود، با راهنمایی هایی که از اون روح بزرگ و دل روشن برمی آمد و همچنین با مرگ پر حادثه خود، با عروج ملکوتی خود به انقلاب و به اسلام و به مسلمین خدمت کرد. وصیت این بزرگوار حامل هدایت‌هایی است که برای سال‌های متمادی امت اسلامی درس و رهنمود راهگشاست. یکی از همین مسائل اساسی که عرض کردم جا داره درباره اونها به جد در فضای عمومی جامعه فکر بشه و برای اون تصمیم قاطع گرفته بشه، همین مسئله دانشگاه و دانشجویان و علم و تحقیق و این هاست. ما میتوانیم به صورت قاطع ادعا کنیم که در نظر رهبر کبیر فقید ما مسئله دانشگاه ها جزء مسائل تراز اول برای انقلاب به کشور بود. یک وقتی
در دیداری که جمعی از مسئولین فرهنگی با ایشون داشتن که بودیم ما، ایشون فرمودن که مسئله جنگ یک مسئله موقته، مسئله مهم، مسئله ماندگار، مسئله اساسی، مسئله دانشگاه هاست و این یک واقعیت و دانشگاه که قوام اصلی اون هم به استاد و دانشجوست، حقیقتاً پایه ایست برای آینده کشور. من در این اجتماع عظیم شما برادران و خواهران عزیز که با شور و اخلاص بی‌شائبه مخصوص خودتون اینجا آمدید و شرکت کردید و در این مقطع مهم حیات سیاسی ما حضور قوی خودتون رو اعلام کردید، مایلم با شما دانشجویان عزیز قدری صحبت کنم. البته صحبت مفصل همه جانبه رو میگذاریم برای فرصت‌های بعد. این روزها حقیقتاً فرصت کمه، مخصوصاً که میبینم بعضی از شما عزیزان در شرایط گرما و آفتاب نشستید. من عرض میکنم دانشجو در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام 100% مردمی است باید نقشی داشته باشه بارزتر از نقش دانشجویان در هر جای دیگر دنیا. درسته که همه ملت‌ها، همه جوان‌های کشورها به کشورشون، به سرنوشتشون، به ملتشون علاقه‌مندن، در این شکی نمیشه داشت. مردم دنیا بالاخره میهنشون رو، خانشون رو دوست دارن. اما فرق بین یک نظامی که بر اساس یک انقلاب مردمی و متکی به اراده و احساس عامه مردم به وجود آمده و بنا شده و حرکت کرده و با دشمن مبارزه کرده و موانع رو برداشته و یکایک آحاد مردم در اون احساس یک پیوند عمیقی با این نظام میکنند، فرق میان چنین نظامی و غیر اون. نظام ما اینجوریست. این روزها مظهر دیگری از این حقیقت آشکار شد. اگرچه در اول انقلاب، در قضایای گوناگون انقلاب، در جنگ، در بسیج عمومی، در اون حرکت عظیم حضور مردم در جبهه جنگ بلافاصله بعد از اعلام آتش بس که طرف مقابل شرارت کرد و مردم با یک اشاره امام در جبهه حضور پیدا کردن، بعد در این راهپیمایی ها، در این حضورهای سیاسی متنوع و متوالی این معنا ثابت شده بود. اما تبلیغات جهانی که سعی میکرد حقیقت رو واژگونه جلوه بده و نظام رو از مردم جدا معرفی کنه و مردم رو نسبت به سرنوشت انقلاب بی تفاوت وانمود بکنه، توی این قضایا دچار بهت و حیرت شد، دچار انفعال شد. امروز دنیا دچار انفعاله در مقابل این حضور عظیم مردم
این هیجان عظیم مردم، این پیوندی که با هزاران زبان به صورت فراموش نشدنی در فضای تاریخ و عالم منعکس شد. خب در این نظام مردمی دانشجویان که طبقه پیشرو و پیشاهنگ و زبده و بانشات و تر و تازه پیکره اجتماع هستند، نقشی باید داشته باشند در سازندگی آینده و ترسیم حرکت عمومی جامعه بیش از اون چه که در جاهای دیگه دارم. من این بارها در مجامع دانشجویی گفتم، با دانشجویان دانشگاه های مختلف در اجتماعات کوچک و بزرگ، حالا در جمع شما هم این رو عرض میکنم. و این تأثیر با دو عامل تحقق پیدا میکنه، این دوتا باید در کنار هم باشه. یکی عامل درس و علم و تحصیل. تا نام دانشگاه و نام دانشجو صدق کنه و تحقق پیدا کنه، تا استاد و معلم معنا پیدا کنه، تا امیدهایی که برای آینده کشور ترسیم میشه پوچ و واهی و باطل نباشه، جوانها باید درس بخونن و خوب بخونن و اساتید باید اونها رو تربیت کنن و رشد بدن و تأمین کنن و تضمین کنن آینده علمی و عملی کشور رو. و نقش تحقیقات در جای خودش در کنار این تحصیل یک نقش فوق‌العاده مهمی است که مسئولین باید به اون بپردازن. بنابراین عنصر اول عنصر درس و علمه که نمیشه اون رو دست کم گرفت، نمیشه نقشش رو کوچک انگاشت، نمیشه اندکی به اون بی‌اعتنایی کرد. و برادران و خواهران عزیز دانشجوی من به این نکته توجه کنن، هیچ چیز نباید موجب بشه که در حرکت علمی اونها اندک توقفی و تعللی به وجود بیاد. و دشمن اینو میخواد، دشمن این توقف و تعلل رو میخواد. نباید بگذارید. باید علی‌رغم دشمن حرکت علمی در کشور حرکتی باشه شکوفا، امیدبخش، پر آینده. این اول. و دوم اون نکته اساسی است که در همین جملاتی که الان از وصیت‌نامه حضرت امام عزیزمون خونده شد و حکایت شد و در بیانات عدیده ایشون و شاید در همین وصیت‌نامه در چند جا اون روزی که من میخوندم در مجلس خبرگان به ذهنم میاد، شاید 4-5 یا بیشتر روی اون تکیه کردن، اون جهت فکری و سیاسی و انقلابی دانشگاه، این اون چیزیست که به علم هم جان و روح و جهت خواهد داد. دانشگاه لاابالی، دانشگاه بیگانه از ارزش‌های دینی، دانشگاه بی‌تفاوت و خونسرد نسبت به مفاهیم انقلابی و جهت‌گیری‌های انقلابی، دانشگاهی که در اون نبض انقلاب نزنه، دانشگاهی که اعضاش چه دانشجوش و چه استادش نسبت به حرکت انقلابی ملت ایران احساس
تکلیف برای پیشاهنگی و پیشتراولی نکنه، خلاصه اون دانشگاهی که نقش درجه یک رو در کار انقلاب نداشته باشه، این اون دانشگاهی نیست که امید آینده است و تضمین کننده آینده است و امام به اون چشم داره. پس این شد عنصر دوم. دانشگاه جهتدار، دیندار، به شدت متمایل به ارزش‌های انقلابی و اسلامی، که البته ارزش‌های انقلابی از ارزش‌های اسلامی به هیچ وجه تفکیک پذیر نیست، اینا با هم یکی‌اند. کسی نمیتونه بگه من مسلمانم اما انقلاب رو قبول ندارم. این چه جور مسلمونیه که انقلاب اسلامی رو قبول نداشته باشه؟ یعنی اوج تحرک اسلامی این مسلمونی نشد. یا کسی بگه من انقلابیم، اسلام رو قبول ندارم. کدوم انقلاب؟ زنده ترین تپش های انقلابی امروز اینه. بسیج کننده ترین آیات انقلاب در سرتاسر این دوران چند ده سال اخیر که سرتاسر با انقلاب ها پر بوده، انباشته از انقلاب های گوناگون بوده نسبت به نیروهای مردمی، این انقلابه. پس انقلابی غیر اسلامی، اسلامی غیر انقلابی نداریم. ارزش های انقلابی همون ارزش های اسلامی است. شما دانشجویان عزیز باید بدونید نقش دانشجو برای حرکت انقلابی و پیشبرد اون همچنان یک نقش زنده است. خیال نکنیم انقلاب تمام شد. انقلاب ادامه داره. انقلاب مگر چیه؟ انقلاب اگر به معنای ایجاد یک تحول بنیادینه که دشمنهایی در برابر جهتگیری انقلابی به سفارایی وامی داره و نوید نجات و سعادت و فلاح برای قشرهای عظیم محروم و مظلوم رو میده، اگر اینه، این که در کار تکوین هنوز در جریان، این تمام نشده که در دلیلش هم این دشمنی ها و خصومت هایی که در دنیا نسبت به ما هست و نیز دلیلش این حمایت ها و محبت ها و صمیمیت هایی که از طرف ملت های مظلوم دنیا نسبت به این انقلاب و رهبر این انقلاب که این روزها شما مظهرش رو دیدید. مردم یک کشور دیگه، یک کشور بیگانه، نه زبان ما رو میتونن، بعضیشون حتی با الفبای فرهنگ ما آشنا نیستن. رهبر ما از دنیا رفته، اونها تو سرشون میزنن، اشک میریزن، زار زار گریه میکنن. پرچم جمهوری اسلامی رو پیشا پیش راهپیماییشون حرکت میدن و به اون افتخار میکنن. احساس میکنن پدر مهربانی رو از دست دادن. این مشخصه انقلابه. اون دشمنی ها و دوستی ها، دشمنی ها هم هنوز باقی است. امروز دشمنهای جهانی جمهوری اسلامی اگرچه تودهنی سختی به وسیله شما مردم خوردن، اونها انتظار دیگری داشتند از روز و لحظه در گذشت رهبر کبیر انقلاب. اون انتظار برآورده نشد. مردم ما به اونها تودهنی زدن، انقلاب به اونها تودهنی زد. اما مطمئنن دست از
خصومت و خباست و توطئه و کید و مکر علیه انقلاب و نظام مظلوم جمهوری اسلامی اینها بر نداشت. ما باید تو صحنه باشیم، مردم باید هوشیار و بیدار باشن. دشمنی که در مقابل ماست دشمنی است که بویی از ارزش‌های انسانی نبرد. اگر ملتی رو ضعیف و تسلیم پذیر و توسری خور یافت، معطل نمی‌کنه و درنگ نمی‌کنه لحظه‌ای برای ضربه زدن و لگدمال کردن. دشمنان ما این قلدرهای معروف جهانی در رأسشون آمریکا، اینها جز زبان زور و قلدری هیچ چیز دیگر رو درک نمی‌کنن و نمی‌فهمن. اینجور نیست که ملایمت کردن در مقابل اونها، روی خوش نشون دادن به اونها موجب جلب همکاری یا محبت یا انصراف اونها از خصومت ها به خباست ها شد. روح فرعونی خبیثی که در طول تاریخ ملت ها و انسان ها رو همواره لگدمال کرده و مظلوم کرده، امروز در کالبد همین قدرت ها حلول کرد. هر گونه نرمشی رو دلیلی میگیرند بر اقتدار خودشون. ما چرا در مقابل قدرت های زورگو و مستبد و ظالم که از بون دندان با اسلام و ارزش های اسلامی و با حقوق ملت ها و قیام ملت ها مخالفند، چرا ما در مقابل اونها نرمش کنیم و احساس ضعف کنیم؟ هیچ احساس ضعف نمی کنیم. ما همواره احساس قدرت کردیم به فضل پروردگار و امروز خداوند خودش خوب میدونه که از صمیم قلب در مقابل همه خصوم جمهوری اسلامی ما احساس قدرت و توان میکنیم. ما هیچی کم نداریم برای ایستادگی بر روی اصولمون و حرکت کردن در خط همون اصول و به سمت همون آرمان‌های اعلام شده همیشگیمون. خیال نکنن دشمنان که چون ملت ایران امامشون و رهبر کبیرشون رو از دست دادن قدرت مقاومتشون هم از دست دادن. اولا مردم امروز مقاومتر هم هستن. ماها هممون خوب احساس میکنیم که چون عنصر عظیم نیرومند مقتدر عزیزی رو از دست دادیم، باید جای خالی او رو با احساساتمون، با فکرمون، با تلاشمون، با همبستگیمون، با کارمون پر کنیم. و ملت ایران نشان داد که باید تحلیلگران سیاسی دستگاه‌های استکبار در تحلیل‌های خودشون تجدید نظر کنند. باید برن اونهایی که نشستند نسبت به مسائل ایران، نسبت به آینده ایران، نسبت به دوران بعد از امام اظهار نظر کردند، تحلیل کردند، باید بنشینن بافته‌های خودشون رو برگردانن و حرفاشون رو پس بگیرن. نخیر، ما قوی هستیم، ما به عزت پروردگار عزیزی، منتها شما دانشجویان نقش خودتون رو فراموش نکنید. آگاهی سیاسی
هوشیاری نسبت به اونچه که میگذره، انگیزه و تپش جوانانه انقلابی متناسب با قشر شما در خدمت هدفهای نظام. من یه وقتی به یه جمعی از دانشجوها یه جایی گفتم خیال نکنن یه عده بچه های ساده که اگر دانشجو بخواد حضور انقلابی داشته باشه، راهش این است که سر مسئولین امر خودش داد بکشه. نه، این که انقلابیگری نیست. اونجایی که شما میبینید دانشجو بر سر مسئولین امر داد میکشه، اونجا مسئولین امر با اون دانشجو همجهت نیستن. اونا مزدور آمریکان، این جوان طاقت نمیاره، نمیخواد. کما اینکه در رژیم گذشته همینجور بود، دانشجو، طلبه، مردم، وجدانهای بیدار، انسانهای شجاع، روحهای سالم داد میکشیدن بر سر اون کسانی که مسئولین امر بودن. نبادا یه عده‌ای به صورت فریب انگیز با ترفندهای خودشون بیان به چند نفر جوان ساده تفهیم کنن که آره دانشجو بایستی فریاد میکشه. بله، فریاد بر سر کی؟ بر سر آمریکا، بر سر قدرت های بر سر اون قدرت هایی که مزاحم مسئولین نظام و اداره کنندگان نظام هم همونان، یعنی در خدمت نظام، در خدمت مسئولین، در خدمت مدیران کشور. این حضور دانشجویی رو به صورت قوی با این خط درست، چه شما برادران، چه شما خواهرها، در هر جا که هستید، هر دانشگاهی که هستید، هر جوری که هستید، حفظ کنید. این یک نکته. نکته دوم این که بیایید عزیزان دانشجو، جوانهای خوب و باصفا و سالم، تا اونجایی که در توان و قدرت شماست در محیط دانشگاه یک پارچگی رو حفظ کنید. نگذارید نام‌های گوناگون به معنای جهتگیری‌های گوناگون تلقی بشه و نیروهایی که باید همه به سمت دشمن بایستن و موضع بگیرن اینها رو روبروی هم قرار بدن. مواظب باشید. این وزارت و اون وزارت، دانشجوی این وزارت، دانشجوی اون وزارت، دانشجوی این دانشگاه، دانشجوی اون دانشگاه، دانشجوی دانشگاه دولتی، دانشجوی دانشگاه غیر دولتی، انجمن اسلامی اینجا، انجمن اسلامی اونجا، مطلقاً اسمها، عنوانها نباید دیواری به وجود بیاره و مرز ایجاد کنه. هنر بزرگ امام ما این بود که آمد این دیوارها رو از میانه اجتماعات مردم ما برداشت. این دیوارهایی که این فضای عظیم وسیع باز رو تبدیل کرده بود به حفره‌ها و خانه‌ها و کلبه‌های کوچک و کوچک، این دیوارها رو برداشت، یک فضای وسیع درست کرد، دلها رو با هم آشنا کرد، این نیروی عظیم رو به وجود آورد. این هنر بزرگ امام ما بود، فریاد او بود، در حقیقت روح و اعتصمو به حبل الله جمیعا بود که در سخن او و در عمل او تجلی کرد. این احترامی است که ما به روح او خواهیم کرد وقتی که بیاییم همین خط یک پارچگی، وحدت، علی رغم اختلاف برخی از سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها،
این رو تامین. این هم توصیه دیگر من بشه. من بیش از این شما رو معطل نمی کنم. از آن هم گفته شده وقت نمازه و در هنگام نماز بهتر این است که به کار دیگری مشغول نباشه. خداوند انشاءالله همه شما رو حفظ کنه. خداوند دانشجویان، استادان، مدیران، نمایندگان روحانی، معلمان، همه کسانی که در امور دانشگاه به نحوی دخالت دارند، خداوند همه اونها رو مشمول رحمت و هدایت و لطف و فضل خودش قرار بده و همه ما رو در اون خطی که امام عزیزمون میخواست و آرزو میکرد توفیق بده تا حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.